عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سر حال باشید و پر انرژی. خب حتما میدونید که این لایو قبلا برگزار شده بود، منتها چون ثبت نشد و حالا بعضی از عزیزان در واقع توی دریافت محتوا حالا به دلایل اینترنت و چیزهای دیگه نتونستن به خوبی از این محتوا استفاده کنن، من مجدد دارم ضبطش میکنم تا روی سایت قرار بدیم و انشاءالله شما عزیزان هم الان دارید مشاهده میکنید. پس خیلی سریع بریم به سراغ محتوا. اون چیزی که توی در واقع این فیلم ضبط شده دارید نگاه میکنید دقیقا شبیه محتوای لایو، هیچ فرق نداره، شاید حالا یکی دو تا جمله هم جابجا بشه. بریم به سراغ محتوا و ببینیم که چه اتفاقی قرار بیفته با موضوع اولین جلسه ای که با اولیا برگزار میکنیم. یعنی ما میخوایم ببینیم که توی جلسه اول باید چه کارهایی انجام بدیم و به طور ویژه در واقع من میخوام بگم که قراره توی این جلسه یاد بگیریم که چطور در یک جلسه عمومی با والدین که اون جلسه جلسه اولمونه یه جلسه با کیفیت داشته باشیم. یعنی این جلسه ما، این لایو ما، این برنامه ما مختص جلسه عمومی با والدینه. پس اینو تو ذهنتون داشته باشید و بیاین با من همراه بشین ببینیم که چه اتفاقی قرار میفته. خب سه تا موضوع اصلی توی در واقع این برنامه خواهیم داشت. اینکه قبل از جلسه چی کار بکنیم، اینکه داخل اون جلسه چی کار بکنیم و ممنوعه هایی که شما باید رعایت بکنید و اونا رو توی جلسه با اولیا انجامشون ندید. خب قبل از جلسه چی کار بکنم؟ میخوام در واقع توی این برنامه، این لایومون، بیام یکم از عقبتر ماجرا رو بررسی کنم، چون گاهی اوقات ما فقط ذهنمون رو معطوف همون جلسه میکنیم که داخل جلسه چی بگیم، چطوری بیان بکنیم، چطوری جلسه رو اداره بکنیم، ولی خیلی از چیزها به قبلش برمیگرده توی این جلسه. پس بریم ببینیم که چطور باید آماده بشیم. چیزای مهمی هم هستش. اول از همه اینکه لطفاً اطلاعات جمع آوری بکنید راجع به تربیت کودک، راجع به نقش والد توی فرایند آموزش. کتاب بخونید، مقاله بخونید، همین لایو رو نگاه بکنید، کلی اطلاعات بهتون میده. اگر شما این اطلاعات رو نداشته باشید چطور میخواید در واقع به والد بگید چی کار بکنه؟ شما اگر چنین اطلاعاتی نداشته باشید وقتی میرید تو جلسه بیشتر راجع به خودتون صحبت میکنید. آره شاید بگیم که اولیا با این دید اومدن، اولیا اومدن ببینن شما چی کار میکنید، اما موضوع اینجاست که ما یک رسالت خیلی مهم داریم، اونم این که باید خود اولیا را هم آموزش بدیم. این رسالت فراموش شده توی ما معلم ها و به ویژه مدارسه. توی کشور پیشرفته آموزشی مدارس پلن دارن برای آموزش خانواده ها، برنامه دارن و خودشونو موظف میدونن که اونا رو هم آموزش بدن. حتی در کشورهای مثل ژاپن تو بعضی از قسمت ها، نه همشون، نه همه کشور ژاپن، به همه جا تعمیم نمیدن، تو بعضی از قسمت ها برنامه دارن برای آموزش افراد بزرگسال در محل، نه آموزش از جنس همین کتاب درسی، از جنس در واقع حالا چیزهایی که اون افراد نیاز دارن. مثلا یه پدر و مادر نیاز دارن بدونن فرزندشون چجوری تربیت کنن و متاسفانه ما توی ایران ارگانی نداریم برای این موضوع، سازمانی نداریم که بیاد متولی این امر بشه. پس مدارس میتونن اینجا کمک کنن. تو باید با اطلاعات بری توی جلسه. من 5 تا کتاب رو حالا توی لایو معرفی کردم، الان میخوام خدمتتون یه بار دیگه معرفی بکنم. به ترتیبی که در واقع دارم معرفیشون میکنم شما هم مطالعه بفرمایید. یعنی اگر نمیرسید تا جلسه اول هر 5 تا رو به هر حال مطالعه بکنی، اولویت با کتاب اولیه که من معرفی میکنم. کتاب اول کتاب علیه تربیت فرزند هست از انتشارات ترجمان. کتاب بعدی چگونه انسانهای موفق تربیت کنیم از نشر میلکان. کتاب بعدی چگونه فرزند شما آینده موفق خواهد داشت، نشر نگاه نوین.
کتاب بعدی هر دانش آموزی می تواند موفق شود، انتشارات سایه سخن. و کتاب آخر که خیلی کتاب فوق العاده ای ولی شاید توی این حوزه اولویت آخرمون باشه، استعداد نافرمانی از کتاب پارسه. این کتاب حالا چون اولویت آخرمون بود معنیش نیست که کتاب خوبی نیست، تو این حوزه ای که میخوایم بریم تو جلسه اولویت آخرمون محسوب میشه. خب اطلاعات کسب میکنیم، حالا جنس کتاب، مقاله، گفتگو با دیگران، یه چیزای شبیه همین لایف. بعد کار دیگه ای که باید بکنید اینه که یه تعداد کاغذ A5 یا حتی نصف A5 آماده کنید. بهتون میگم چرا. این کاغذها برای نوشتن اولیا نیست، برای اینکه نکاتی که شما میگید نیست. شما توی دعوتنامه جلسه‌تون حتما اعلام بکنید که همشون با دفترچه یادداشت بیاد، مثل شما که الان با دفترچه یادداشت با این لایف نشستی. اگر تا الان این کار نکردی حتما دفترچه یادداشت و دورنگ خودکارتو بیان، این کار بکن و به والد بگو که با دفترچه یادداشت بیاد، مهم جلوه بده جلسه رو. خودت وقتی به جلسه در واقع بهانه دی، اولیا معلومه رها میکنن ماجرا رو، بدونن دارن یه جلسه خیلی مهم برای فرزندشون میرن. این از این. پس یه تعداد کاغذ A5 یا نصف A5 آماده کن، حتما اسلاید سازی انجام بده. اصلا بدون پاورپوینت نرو توی جلسه. مثل این لایف، اگه من بدون اسلاید بیام توی این جلسه، خط گفتگو از دستم در میره، خط ارائه از دستم در میره. هی هر لحظه ممکنه وارد یه شاخه جدید بشم و اون شاخه رو الکی برم دادم و بعد بیام بیرون جلسه بگم ای چرا اینو نگفتم، چرا اینو نگفتم، چرا اینو نگفتم. پس حتما اسلاید سازی کن. داخل اسلاید چی بذاریم جلوتر بهتون خواهم گفت. این از این. حالا ممکنه شما بگی که مدرسه ما امکانات در واقع ارائه نداره، مثلا ویدیو پروژکتور رو حالا پرده نمایش رو اینو نداره. پلن بعدی که من پیشنهاد میکنم اینه که پرینت کنید بهشون بدید، یعنی قبل جلسه پرینت کنید و توی جلسه به تعداد بهشون بدین، حالا نکته ای اگر لازمه روی اسلاید ها اضافه میکنن. و خود اون اسلاید سازی مهمه، اگه دوست دارید بدونید چطوری اسلاید سازی بکنید، این همین لایو و وبینار منو ببینید خیلی بهتون کمک کنه. مثلا یه نکته همینجوری خیلی گذری من بگم و ردشم، ببینید من توی اسلاید ها متنهای طولانی نمینویسم، یه تیتر یه عکس ارائه توسط خودم، چون خسته کننده است. اون متن طولانی توی اسلایدها به درد نمیخوره، کسی نه میخونه نه جاشه. میدونی شما داری صحبت میکنی، یه متن طولانی هم اونجا کدوم رو بهش توجه بکنه. پس اسلاید سازی برای اینکه خط ارائه دست نره مهمه، اما هنر اسلاید سازی هم چیز مهمیه. خب حالا اگر بازم شرایط پرینت گرفتن و کپی کردن تو مرسه نداری، دیگه پلن بعدی اینه که از قبل یک گروهی در واقع جایگاهی تشکیل بدی، فایل پی دی اف راحت اونجا بذاری و توی جلسه اولیا نهایتا از روی گوشیشون نگاه میکنن و میرن جلو. گزینه عالی نیست، ولی گفتم پلن ای بی سی مون شد این دیگه، یعنی بهترین مدل. خب ارائه روی ویدیو پروژکتور رو پرده نمایش دیگه، ولی نشد اون، نشد بعدیش. فضای راحتی برای جلسه در نظر بگیرید، حتما اولیا رو کف نماز خونه ننشونید برای اینکه بخواید ارائه بدید، خسته میشن خیلی زود، حتی 10 دقیقه یه رو میتونن بشینن. یکی این، یکی هم این که روی صندلی هایی که دسته نداره، خب وقتی میشونشونی بنده های خدا کجا این دفترچشون رو بذارن یادداشت بکنن، یا این که میبریشون توی کلاس با نیمکت های مناسب بچه های پیش دبستان و اول، جای ناراحت، جایی که شخص نتونه راحت بشینه و به گفتگوی شما گوش کنه، به صحبت شما گوش کنه، خب باعث خستگی میشه و بعد از 10 دقیقه یه روب دیگه افراد به شما گوش نمی کنن. مطلب مهمیه. اینا رو من همه رو تجربه کردم. من اینقدر جلسه برگزار کردم، شاید تجربه کاری من مثلا شما که داری این لایو رو میبینی کمتر باشه به لحاظ عدد سال،
ولی توی این مدل کارا انقدر آنلاین غیر آنلاینش رو تجربه کردم دیگه دستم اومده که چی کار بکنیم که این جلسه احتمال موفقیتش بیشتر بشه. ببین دارم میگم احتمال موفقیتش، احتمال اثرگذاریش، چون بازم به چیزای دیگه بستگی داره. مثلا داری جلسه تو برگزار میکنی، یهو یه همکار کم خردی در رو باز میکنه میاد تو، ببخش خان فلان، بعد شروع میکنی یه چیزی گفتن، رشته کلام دست در میره. میبینی یعنی خود این جلسه نکته های زیادی داره، ولی خب من الان به چیزهایی اشاره میکنم که خیلی مهمه، خیلی در اولویت ما. اینا رو رعایت کنیم تا 70-80% جلسه خوب پیش خواهد رفت. بقیهش هم دیگه به خودتون و اتمسفر مدرسه بستگی داره. خب بحث آراستگی ظاهری خیلی مهمه، اما خیلی مواظب باشید نه از این ور پشت بوم بیفتید نه از اون ور پشت بوم، نه اونقدر ژولیده پولیده باشید که آدم نگاه میکنه حس خوبی نگیره، آقایون محاسنشون آراسته باشه، یعنی کوتاه کرده باشن، مرتب کرده باشن، پیرنشون اتو کشیده باشه، موهاشون مرتب باشه و یه ظاهر موجهی داشته باشن. خانم ها حالا به نوعی، پس نه خیلی نامرتب، نه اونقدر از اون ور بالا پشتمون بیفتید. خانم ها خیلی دقت کنن، روزی که جلسه داری مراسم جشن نیست، جلسه با والدینه. چجوری میری توی کلاس؟ همون جوری برو جلسه با والدین. اگر تو کلاس یه جوری میری، تو جلسه با والدین یه شکل دیگه میری، معنیش اینه که تو کلاس رو داری اشتباه میری. درست شد؟ آراسته یعنی چی؟ یعنی مرتب باش، یعنی بذار به خودت برس، لباس حتما تمیز و اوتو کشیده. میدونید منظور من چیه، دقیقا همه تو متوجه شدید. من توی لایو هم گفتم روزای چند سال پیش، یه ذره که خب خیلی سن هم کمتر بود، روزای جلسه با والدین گاهی اوقات این همکار خانومم و موقع جلسه یه رو قبل جلسه نمیشناختم، فکر کردم افراد جدید اومدن تو جلسه، اینقدر که متفاوت میشدن. اولیا متوجه این مسئله میشن و اونجا جاش نیست. واقعا شما قراره در قامت یک فرهنگی یک معلم وارد جلسه بشید. پس دو طرف طیف رو گفتیم خوب نیست، این وسط یه حد متعادلی رو رعایت بکنید. خب ارائهت رو که آماده کردی، اون اسلایدات رو که آماده کردی، شرایطی که گفتم آماده کردی، سعی کن یه روز دو روز قبل از جلسه با والدین یه تمرین داشته باشی. ترجیحاً جلوی همکارا نگاه کنن، با دید تفکر نقاد اگر نکته لازم هست بهت بگن که ارائهت بهتر بشه. اگر شرایطش نیست پیشنهاد میکنم که ضبط کنی، ضبط کن، خودت بشین نگاه کن. این نکته های میبینی، خود زبان بدنت، در واقع اینکه چجوری ارائه میدی، صدات، اسلاید ها و همه اینا رو میتونی توی اون فیلم بررسی بکنی. اینم نکته مهمیه. و چیزی که هست اینه که ممکنه شما تو روز ارائه، تو روز جلسه استرس بگیر، نگرانی بیاد. تو دیدم دستاشون میلرزه معلم و صداشون عوض میشه، گلشون خشک میشه. میخوام بگم خیلی طبیعیه، یه هورمونی در بدن وجود داره به اسم هورمون کورتیزول که مسئول اینه که به شما استرس بده. تو شرایط خاص ترشح میشه و ضربان قلب شما بالا میره، مردمک های چشمتون مثلا گشاد میشه و و اتفاقات دستتون میلرزه و پاهاتون میلرزه و چیزای شبیه. خیلی طبیعیه. دو تا موضوع، یکی اینکه اولا بپذیریدش که الان من استرس گرفتم، یعنی واکنش طبیعی شماست توی شرایطی که یه ذره نگرانی دارید. اینکه مثلا یکی بیاد بهت بگه استرس نداشته باش، هیچی نیست، همه چی اوکیه، این هیچ کمکی به شما نمیکنه، بدتر میشه، اون هورمون بیشتر ترشح میشه. بخوای با خودت بجنگی وای چقدر استرس دارم، باز این ترشحش بیشتر، این هورمون بیشتر میشه تو بدنشون. راهش اینه که بپذیریش، بگی خب این استرس الان وجود داره، عادیه، واکنش طبیعی بدن منه
و منم الان یه جلسه دارم میرم و ارائه میدم، بذار اون کار خودشو بکنه منم کار خودمو بکنم. تو لایو هم گفتم مثلا من یکی ترس ها و فوبیا ها ترس از پروازه، یعنی موقعی که پرواز میرن تو هواپیما که هستم مثلا این تیک آف که میکنه استرس من شروع میشه یا مثلا خیلی حالم بد میشه. ترفندی که گرفتم، ترفندی که یاد گرفتم این بود که اون بذارم اون استرس کار خوش بکنه، نجنگم باهاش، منم کار خودم بکنم. یعنی میترسم ولی پادکست گوش میدم تو هواپیما، میترسم ولی کتاب میخونم، میترسم یه فیلم آموزشی میبینم، دو تا سخنرانی از قبل دانلود کردم آماده کردم که توی هواپیما گوش کنم، کارش نمیتونم بکنم، داره کار خودشو میکنه تا زمانی که هواپیما بشینه وجود داره. اینو ما همینطوره، استرستون طبیعیه. پس یه بخشی اینه که بپذیریمش، دیگه چی کارش بکنیم؟ لطفا یک ساعت قبل جلسه برای اینکه این استرس بیشتر نشه گوشتون رو بذارید کنار. پیام هایی که براتون میاد، زنگ هایی که میخوره به گوشتون استرس شما رو تشدید میکنه. حضور در جمع پرتنش رفت آمدا تشدید میکنه استرس شما. پس گوشیتون رو بذارید کنار، نگران نباشید. همسرتون، پدرتون، مادرتون، فرزندانتون میدونن که الان شما یه کار مهمی دارید از قبل بهشون میگید و خیلی دیگه کار واجبی باشه زنگ میزنن مدرسه. گوشیتون رو بذارید تو کیفتون، این از این. و توی جمعای شلوغ پلوغ نرید شرکت بکنید، یه جا بشینید یه ذره آرامش بگیرید، یه ذره ضربان قلبتون بیاد خودش پایین، یه ذره کمکتون میکنه، عالی نمیشید، یه ذره کمکتون میکنه. و یه راهکار دیگه، هورمون کورتیزول تا زمانی که تو بدن شما هست این استرس وجود داره، این هورمون باید مصرف بشه. خب تو بدن شما، تو خون شما باید استفاده بشه، تموشه بره. برای اینکه استفاده بشه پیشنهاد میکنم راه برید. می تو سخنرانی های خیلی جدی و مهم مثل سخنرانی های تد، وقتی سخنران استرس میگیرن کاری که میکنن اینه که مثلا بهشون میگن که پشت صحنه مثلا شنا برو، دراز نشست برو، میدونید؟ ولی خب الان من نمیگم این کار بکنید، راه برید، برید یه جای خلوتی، راه برید یه جایی که همه هی جلوتون رو میگیرن، نه برو یه فضای بیرون مدرسه، برو نمیدونم یه فضای خلوتی توی مدرسه، تو حیات مدرسه هی راه نرو، هی اولیا هم دارن میان هی جلوتو بگیرن باید یه سلام علیکم، هی استرست بیشتر بشه. برو یه جایی که فکر کنی راه برو و این استرست کمتر میشه. عالی نمیشه ها، آرامش کامل نمیگیری. اونایی که استرس میگیرن قبل جلسه بدونن این ترفند فقط کمک میکنه بدتر نشی، یه ذره هم بهتر بشی. این از این. حالا بریم سراغ بخش دوم، ببینیم تو خود جلسه باید چی کار بکنیم. و تو این بخش دوم بهتون میگم که توی اون اسلایدا چه چیزایی قرار بده. اگه بازم استرس داشته باشی، اگه بازم اینقدر استرس داشتم که مانع میشد از ارائه من، بگید به والدین، بگید، بگید که ببخشید من با اینکه خیلی آماده بودم و خیلی شرایط همه چی مهیا بود، نمیدونم با اینکه چندمین جلسه والدین من هست و هر سال برگزارش میکنم، حالا الان یه ذره استرس گرفتم، پیشاپیش اگه توپقی زدم، اگر جمله رو جابجا گفتم، عذرخواهی میکنم. تموش شد، خیلی راحت، اصلا هیچ اتفاق بدی نیفتاده. اولیا باید انقدر منطقی باشن که شما رو توی اون شرایط درک کنن، اگر نیستن شما موظف نیستی که نگران منطق اونا هم باشی. شما الان اونجا باید بهترین ارائه خودت رو، بهترین ارائه خودت از نظر خودت رو انجام بدی تو اون شرایط، با اون استرس، با اون نگرانی. شاید بهترین ارائه عمرت نشه، ولی با اون شرایط بهترین چیزی که میتونی انجام بدی، بهترین کاری که میتونی انجام بدی رو میخوای بری ارائه بدی. تمام شد. این از این. دیگه یه ذره شوخ‌طبع باش، یه ذره یخ‌شکنی کن، قهقه قرار نیست بزنن ها، یه شوخی کوچولویی بکن، یه دو سه تا از اون در واقع
گفتگوهای صمیمانه معلم والدی رو انجام بده. مثلا من دیدم که توی جلسه با اولیا دبستانی بیشتر اولیا خانومه، مثلا ما این مسئله بزن شوخی میکنم، باباها تا یه جایی موظف بودن مثل اینکه تربیت فرزند با عهده بگیرن، بعدش دیگه فقط مشغول کارن، بعدش دیگه یادشون میره که فرزندی دارن، روزایی باید پاشن بیان، روزایی باید پاشن بیان بازی کنن با بچه‌ها، کتاب بخونن، حرف بزنن باشون. و خب یه کوچولو صمیمی بشیم باشون، یه ذره ببین مرز داره، حواسمون باشه. نمیخوایم دیگه فداشون بشیم، جلسه به جلسه خاله بازی تبدیل بشه، نه، جلسه هنوز رسمیه، فقط میخوایم این یخه باز بشه. خب حالا اگه یه ذره صمیمی اومدم بشم و یه دو سه تا جمله هم گفتم و یه دیالوگی برقرار کردم، باز همه اخ کردن، خیلی جدی انجلس، تو موظف نیستی، ادا حمید ماهی صفت نیستی که اونجا اومدی جوک بگی. گفتم فقط یخ شکنی، فقط اون دیواره که وجود داره رو میخواییم بشکنیمش، بریم تو دل ماجرا. درست شد؟ پس بدونید دارید چی کار میکنید دیگه، فراتر از این چیزی که من گفتم پیش برید، برید تو اون فضا که دیگه جلسه به خاله بازی تبدیل بشه، هی ما بگیم اونا بخوام بخندن، این دیگه تا آخر سال نمیشه جمعش کرد. هیچ وقت شما ندیدید یه دکتر، یک پزشک، یک شخصی که کارش پرستیج داره، کل فرایند درمان رو به شوخی خنده بگذرونه؟ دیدید که مثلا فقط برای اینکه یه ذره با شما صمیمی بشه یه دوتا شوخی هم میکنه. منظور من از این جنسه. خب موضوع اون جلسه رو شفاف براشون بیان کن، مثل من که اول لایو گفتم امروز میخوایم برای اینکه یک جلسه عمومی با کیفیت با والدین برگزار کنیم این لایف رو ترتیب دادیم. شما هم بگو امروز راجع به این دوتا موضوع میخواییم صحبت کنیم والدین عزیز، در مورد بقیه مسائل میخواییم تو جلسات بعدی صحبت بکنیم. درست شد؟ چون اگر اینو شفاف نگی، اولیا فکر کنن اومدن یه جلسه ای که جواب تمام سوالاشون رو بگیرن، جواب همه آنچه که تو ذهنشون جلوش علامت سواله پیدا بشه. نه، امروز من 45 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت وقت میذارم تا راجع به این موضوع با شما گفته بکنم، بقیهش انشاءالله جلسات بعدی. درست شد؟ اینو حتما توی اسلایدت بذارم و اول کار دیگه. معرفی طولانی نیاز نداری. مثلا دیدید من خود من هم حالا چه تو جلساتی که با اولیا دارم، چه تو ارائه هایی که برای معلم ها دارم، میگم من فرزاد یوسفی هستم، معلم دبستان، تمام شدم، حالا فلانجا کتاب نوشتم، فلانجا نمیدونم تو چه مجموعه کار میکردم، کدوم مدارس کار کردم، معلم نمونه فلان، مدرس نمیدونم کشوری، اینا هیچ کدوم به درد اولیا نمیخوره. اولین هفته یه سال تحصیلی معلوم میشه که ما چی کاره ایم. حالا شما یه رزومه بلند بالای را، آره همکارای من گاهی اوقات میگن که آخه اولیا عقلشون به چششونه، اگه اینا رو نگیم متوجه نمیشن که مثلا ما متخصصیم. شاید اینطوری باشه، ولی قرار شد ما اولیا رو آگاه کنیم، نه؟ قرار نشد با همون مدل عقلشون به چششونه پیش بریم، که این شامل همه هم نمیشه ها. این موضوع که مثلا اولیا دوست دارن 10 خط رزومه شما باشه، این شامل همه نمیشه، کار ماست که رزومه ما رو نشون میده. اصلا این معلم های جوان بندهای خدا برن چی بگن؟ معلم که سال اول کاریشه بره چه رزومه ای ارائه بده؟ من فرزاد یوسفی که میام با معلم ها صحبت میکنم میگم جلسه اول چی کار بکنین، این همکارایی که حالا به نوعی یه چند سال تجربه دارن میان تو اینستاگرام پست میذارن میگن تو جلسه اول با اولیا رزومه خودتو ارائه بده، حواسشون هست که معلمای جوان چی کار باید بکنن؟ شما متوجه این موضوع نمیشی که استرس میدی به اینا؟ یا همکار با تجربه که تو مدرسه میان این کارو میکنن،
نمیدونن که دارن چه آسیبی میزنن، میرن ببینن کشورهای خارجی هم معلم ها همینجوری خودشون معرفی میکنن، میرن میگن من ایکس هستم نویسنده کتاب فلان، یا نه میگن من آقای فلان خانم فلان حالا معلم فرزند شما و قراره که یک سال تحصیلی خیلی خوب رو با شما کنار دانش آموزتون داشته باشین، کنار فرزندتون داشته باشین. یه کارهایی تابو شده، من همیشه میگم کتاب دوباره فکر کنه چقدر بهتون معرفی کنم، یه کارهایی تابو شده متاسفانه، نمیگیم برگردیم دوباره بهش فکر کنیم و ببینیم کار درستی داریم انجام میدیم یا نه. معرفی طولانی نیازی نیست، یه مختصر از خودتون بگید برو جلو. ارائت و کارت توی سال تحصیلی رزومته، تموم شد رفت. خب اون کاغذ آ5 یادتونه بهتون گفتم، اینجا بهشون بگید که بعد که خودتو معرفی کردین بگید که در طول در واقع این جلسه اگر سوالی در مورد اون موضوعی که اول جلسه من شفاف خدمتون گفتم براتون به وجود اومد، لطفا روی این کاغذ ها بنویسین و من پاسخگوی سوالاتتون خواهم بود، که توی جلسه هی دست بلند نکنن سوال کنن، وسط حرفت نبرن. اگرم پریدن بگو چه سوال خوبی، میشه روی کاغذ بنویسید لطفا. تمام شدن. ببین یه دفترچه یادداشت دارن که صحبتهای شما رو یادداشت میکنن میبرن با خودشون، که خیلی مهمه اون دفترچه، جلسه های بعدی هم باید بیارن. جدی جلوه بده کارت. این کاغذه برای سوال هست، درست شد؟ هدف حالا بریم سراغ اسلاید ها. باز جلوتر میگم با اون کاغذ ها چیکار کن. هدف آموزش رو توی اسلایدات مشخص کن، بگو که برای چی فرزندتون اومده مدرسه. فرزند شما نیومده مدرسه که جدول ضرب رو به بهترین شکل یاد بگیره، فرزند شما نیومده مدرسه که تقسیم اعشاری رو خیلی خوب یاد بگیره، هم خانواده ها رو حفظ کنه، بدون حالت های ماده چند حالتن و اونا رو بخواد بیان بکنه تون تون. مسابقه نیومده بده، فرزند شما اومده یه سری مهارت ها یاد بگیره، فرزند شما اومده با سواد بشه. کدوم سواد؟ بنویس، بعدم برو سرچ کن خودت به عنوان یه معلم، برو سرچ کن که توی اسلایدات بیاری سواد از نظر یونسکو رو سرچ کن ببین چیه، ببین توش نوشته سواد خواندن نوشتن. تو به عنوان معلم خودت باید اینا رو بدونی، سواد از نظر یونسکو چیه، مهارت های سازمان بهداشت جهانی چیه، اینا سرخطاییه که دارم بهت میدم. سواد از نظر یونسکو، مهارت های سازمان بهداشت جهانی 10 تاست، برو سرچ کن ببین چیه. مهارت های سازمان اقتصاد جهانی برای سال 2025، برو سرچ کن ببین اینا چیه. اینا رو تو اسلایدات بیار، نمیرسی. همین که من گفتم بخوای ارائه بدی خودش یه ساعت یه ساعت و نیم راه است. بعضیاشو تو این اسلاید بیار، یه سریاشو بگو خودت برید یاد بگیرید، برید سرچ کنید. اولیای محترم بنویس، لطفا برو سرچ کن. تو به عنوان والد باید بدونی سال 2025 گفتن کسی که میخواد تو سال 2025 استخدام بشه این ویژگی ها رو باید داشته باشه، سازمان اقتصاد جهانی گفته این مهارت ها رو میخواد. حالا فرزند شما که 20 سال دیگه میخواد استخدام بشه، تازه این لیسته به روز میشه، تازه اون موقع از اینی هم که از خفن‌تر قراره بشه. شما فکر میکنید زمانی که فرزندتون میخواد استخدام بشه، زمانی که میخواد شاغل بشه بره تو بازار کار، اصلا کارآفرین بشه، چه مهارتایی باید داشته باشه؟ دیگه 3 4 تا 12 تا مهارت اصلی نیست، ابزاره، ابزاری برای مهارت مثلا حل مسئله، ابزاری برای مدیریت مالی. ما باید اینا رو به بچه‌ها یاد بدیم. پس شما باید خودت به عنوان معلم دقیق بدونی اول هدف آموزش چیه. گاهی اوقات ما خودمون نمیدونیم، چون نمیدونیم نمیتونیم بریم تو جلسه ارائه خوبی داشته باشیم. اون سالهای اول منم نمیدونستم، سال اول کاریم میرفتم یه جورایی بخوام بهتون شفاف بگم میرفتم خوزه اول میگفتم. همکارای من گاهی اوقات به من میگفتن چی بگو تو جلسه، منم معلم جوون میرفتم ارائه میدادم میومدم، بعد هی نمیفهمیدم چرا جلسه دستم در میره. آره منم جلسه های بد داشتم، هنوزم گاهی اوقات جلسه های بد دارم، هنوزم گاهی اوقات حواسم به یه جا نیست، یه چیزی رو فراموش میکنم، یهو
جلسه ممکنه خراب بشه، ولی تجربه منه، یاد میگیرم سری بعدی چی کار بکنم. باید اشتباه ها رو انجام بدم، به خودم حق میدم، علامه دهر نیستم. و تجربه بزرگترین منبع یادگیری منه. یعنی تمام این چیزایی که من میگم رو بنویس، انجام بده. میگم تا 70-80% اوکی میشه، 20-30% اصلا دست تو نیست، در حوزه اختیارات تو نیست، از اون دایره کنترل که همیشه میگم خارج، اون چیزی که توی همایش پرش سگام هم گفتم بعضیاتون شرکت کردید. این از این. هدف رو مشخص کن. آقا میخوایم بریم اونجا، مسیر چطوریه؟ برای اینکه این هدف رو یاد بگیریم باید این بازی ها رو انجام بدیم. اولیا مثال بزن چند تا دونه براش. مثل پزشک، پزشک نمیگه که آقا من اگه بخوام عمل کنم باید مثلا این قسمت بدن ایشون رو بشکافم، این مقدار بشکافم، به این عمق بشکافم. اینو به ما نمیگه. به ما میگه که ببین برای اینکه من عملم خوب انجام بدم تو باید این داروها رو درست مصرف کنی، یه هفته ساعت مطلق داشته باشی، این غذاها رو هم نخوری. از این جنس. مسیر اینه، مسیر رسیدن به اون در واقع موفقیت، در واقع تربیت کودک، آموزش کودک اینه. اولیای محترم خیلی زبان ساده براشون توضیح بده. تخصص معلمی رو نمیخواد بگی، کلمات قلمبه سلمبه استفاده نکنید، بدتر میشه جلسه. من میبینم بعضی از اولیا، بعضی از معلم ها از این اصطلاحات تخصصی که ما استفاده میکنیم، ارزشیابی توصیفی مثلا، چهار تا کلمه یه چیز هم حالا یاد گرفتیم، تو چهار تا دونه دوره رفتیم، فکر میکنیم که باید اینا رو به اولیا بگیم. نه، لزومی نداره. اینا حوصله‌شون رو سر میبره، جلسه شما رو خراب میکنه. زبان ساده، زبان والد، اونا متخصص نیستن. همین الان من دارم سعی میکنم چیزایی که شاید خودم یاد گرفتم و به زبان ساده به شما بگم، ساده سازیش کنم. چون بعضی از همکاران ما معلم ها جوانترن، بعضیشون با تجربه هن. خب اما جوری بگم که معلم جوان هم متوجه ماجرا بشه و قشنگ بتونه یه جلسه رو اداره بکنه. پس اولیا هم همینطوری هن، جلسه اول اومده ناآگاه و اکثرا 90%شون این آموزشایی که من میگم رو ندیدن، این چیزایی که من دارم بهتون میگم رو ندیدن سالهای قبل. برای اولین بار شما میخواید یه جلسه حرفه‌ای برگزار بکنید. این از این. مسیر رو براشون مشخص کنید. بگو مسیر دیگه این نیستش که هر شب تکلیف بنویسن 2 ساعت 3 ساعت. مسیر دیگه این نیستش که هی آزمون بگیریم ازشون و اونا بترسن و از ترس آزمون بخونن. مسیر اینه که اینا آرامش داشته باشن. مسیر اینه که اینا حس خوب داشته باشن. مسیر اینه که بچه ها به ما اعتماد بکنن. مسیر رو براشون شفاف کن. حالا بگو که نقش خودت تو این مسیر چی؟ بگو من با عنوان معلم دیگه اینطور نیست که برم پای تخته ارائه حل سوال جزوه. نقشه تو بگو، چیزایی که همیشه توی لایو ها میگفتیم، همیشه توی وبینار ها میگیم و شما میگید که اولیا نمیذارن، اینجا بگو. همیشه به عنوان مانع توی تمام برنامه های من اولیا رو میگید. حالا نه همه تون، ولی خیلی هاتون میگید، میگید اگه این کار بخوایم بکنیم اولیا گیر میدن. جاش اینجاست. ببین دارم بیه بسم الله رو برات میگم، میگم برای اینکه اولیا دیگه در طول سال کمتر، نمیگه به صفر نمیرسه، بازم میان ایراد میگیرن ازت، ولی کمتر بشه این درجه ایرادگیریشون، جاش اینه که تو اینجا اونا رو آگاه کنی، بهشون بگی، بگی گذشت، تموم شد دیگه. اون دوره ای که معلم تو پای تخت وای میستاد، همه چی رو برای تو توضیح میداد و تو فکر میکردی که آموزش اینطوریه، نه دیگه اینطوری. اینجایی که شما تخصصت مشخص میشه، اینجایی که میگی ببین اگر اجازه بدیم بچه ها حرف بزنن، اگر اجازه بدیم بچه یک هفته رو سوال فکر کنه، سوال در ریاضی رو یاد میگیره، اگر اجازه بدیم مسئله حل کن باشه یاد میگیره، اگر من جواب سوال رو بهش بدم ذهنش و مغزش تنبل میشه،
اگر که همیشه یه نفر برای شما آشپزی بکنه، شما آشپزی یاد میگیری. با دیدن فیلم آشپزی، اولیای محترم، شما آشپزی یاد میگیری. پس چجوری انتظار دارید با حل یه سوال بچه یاد بگیره که مثلا ریاضی، علوم، فارسی اینا، فکر کردید اونجوری یاد میگیره؟ خودتون الان آشپزی رو با تجربه کردن یاد گرفتید، خودتون رفتید 10 بار سوزوندید. خیاطی رو چجوری یاد گرفتید؟ الان ممکن است خیلیاتون خیاطی بلد نباشید. چرا؟ چون تجربه نکردید، میرید کسی دیگه براتون انجام میده. ولی خیلیاتون تجربه کردید، سوزن رو 10 بار کردید تو دستت، نخ اشتباه استفاده کردی، اشتباه دوختی تا یاد گرفتی. بچه‌ها باید خودشون اون کار رو انجام بدن تا یاد بگیرن. پس من نقشم اینه که فرزند شما از اینجا بخواد بیاد اینجا، من فقط یه پل ایمن درست میکنم، این خودش باید از این پل بگذره. من نباید از این پل رد بشم بعد بچه شما اون ور پل بمونه، بگم یاد گرفت، ببین دید که من چجوری رد میشم، یاد گرفت. نه، اون باید خودش رد شه. پس براشون اینو شفاف کنید که نقش شما تو این فرآیند آموزش چیه، و بعدش برو حالا نقش والدینو بگو. چی بگم؟ بگو که اولیای محترم، نقش شما اینه که فرزندت رو باهاش کتاب بخونی. خودت چقدر کتاب میخونی؟ آخرین کتاب تربیت کودکی که خوندی چی بوده؟ آیا فرزند شما نگاه میکنه میبینه تو خونه شما گوشی دستته یا کتاب دستته؟ نقش شما اینه که باهاش فیلم ببینی، راجع به فیلم با هم حرف بزنی. نقش شما اینه که وقتی داری غذا درست میکنی صداش کنی، بگی بیا به من کمک کن، نگی درساتو خوندی، کتاب متعادل اجتماعی تو ورق دادی، حفظ کردی، فردا امتحان دارید. جدا از این که مثلا ما نمیپرسیم چیزی حالا به اون شکل که اولیا بخوان اونجوری پیش برن، که اگه نمیدونی این جمله من معنیش چیه، لایوهای قبلیمونو حتما نگاه کن. جدا از اون، اولیا نقششون معلمه نیست. بگویشون خیلی شفاف، بگو شما پدری، شما مادری، شما معلم نیستی. نباید بشین اون کار برگی که من بهش دادم پا به پاش حل کنی. نباید بری برش معلم خصوصی بگیری، نباید بری برش کتاب کمک درسی بگیری. اینا تخصص من. شما خودجوش هیچ وقت نمیری برای فرزندت داروی مثلا تخصصی بگیری بهش بدی بخوره، حتما میبریش پیش پزشک اول. پس چجوری تشخیص دادی که کتاب کمک درسی براش بگیری؟ این از این. و مثلا ممکنه اینجا خیلی چیزها رو بیان بکنن که حالا گفتم بهتون اون کاغذ آباد برسه، ولی ممکنه یه سری چیزها رو بیان بکنم که یه ذره جلسه فرایندش خارج بشه. مراقب باشید، حواستون باشه که اولا باید رو کاغذ برسن، دوم مثلا میام میگم اینا 2 سال تو کرونا هیچی یاد نگرفتن، نمیدونم چیزای شبیه جمله های این چنین، معلم سال قبلشون اصلا خوب. اولا که جلوتر میگم که کدوم یکی از این سوالا رو نباید جواب بدید، ولی سوالی که میشه جواب داد با دید تفکر انتقادی و با دید تخصصی. مچشون رو نمیخواد بگیری ها، ولی با دید تخصصی. مثلا میگن تو کرونا، معلم ها میگن گاهی اوقات به من میگن تو کرونا بچه ها خیلی ضعیف شدن. میگم از کجا فهمیدی؟ میشه لطفا مستنداتتون رو به من ارائه بدی؟ تحقیق کردی؟ پژوهش کردی؟ میگه نه، تو دور و بری هم بچه های خودم. میگم آها، پس اگه من برم مثلا توی منطقه ای از تهران ببینم که مثلا بچه ها بعد از مدرسه سیگار میکشن، پس باید بگم کل بچه های تهران بعد از مدرسه سیگار میکشن. پس اگر یه چیزی رو یه جا استثنا دیدیم، تعمیمش ندیم به همه. پس شما از کجا معلوم درست قضاوت کردیم که بچه ها ضعیف تر شد؟ شاید ضعیف بودن. اصلا ضعیف خود همین ضعیف بودن مرجع سواله. ضعف رو چجوری فهمیدی؟ با چه ملاکی؟ اینم از این. پس بهشون بگید که شما باید بری خرید کنی باهاش، باید زندگی کنی باهاش، باید کتاب بخونی، باید فیلم ببینی، باید غذا بپزی، باید فرآیند مهمونی، اگه مهمون دارید فرآیند مهمونی رو با فرزندت با هم دیگه بچینی. نه اینکه اون تو اتاقش باشه، شما تون تون مهمونا دارن میان، همه کارا رو بکنی، فرزندت فقط بیاد حاضر و آماده مصرف کننده باشه، خوراکی‌ها رو بخوره، بشینه کنار بزرگترا، ببینه بقیه چی میگن،
دخالت بکنه تو کار دیگران، نه اون باید زندگی کنه مثل کودک، زندگی کنه باشون مثل کودک، بیاد در نقش بگیره تو اون مهمونی. اینم از اینا رو مثال میزنم که بدونید تو جلسه چیا باید بگید. حالا شما مثاله بهتری هم خودتون میتونید بزنید. اون برگه های سوال بود که خودتون جمع آوری کنید. بهتره که اینجا یه دستیار داشته باشید، یه کمکی داشته باشید که بیاد این کاغذها رو جمع، چون شما دارید صحبت میکنید. اگر نه به یکی از والدین بگید، بگید که میشه خواهش کنم این برگه ها رو جمع آوری کنید، یا اینکه دست به دست خودشون حالا جمع کنم برای به طریقه، ولی میگم خودت وارد ماجرا نشو چون داری صحبت میکنی. برگه ها رو جمع کن، چی کار بکن؟ همه این سوال ها رو نباید جواب بده، قبلش اعلام کن. ببخشید من یه سری از سوال ها رو الان اینجا جواب میدم، سوال هایی که عمومیت داره و به همه ربط داره جواب میدم، سوال هایی که خصوصیه، سوال هایی که مربوط به همه نمیشه رو اجازه بدید من یا در جلسه خصوصی این برگه ها رو نگه میدارم، در جلسه خصوصی بهتون پاسخ میدم، یا جوابشون مینویسم توی پاکت تقدیمتون میکنم بعدا. این فوق‌العاده مدیریت جلسه رو کمک میکنه به شما، این فرایند خیلی خوبه، این کار رو حتما به نظر من انجام بدید، مخصوصا جلسه هایی که جمعیت شرکت کننده من زیاده، بسیار کمک کننده است. خب مراقب زمان باش، جلسه دست در نره. جلسه هایی که بیشتر از 45 دقیقه یک ساعت طول میکشه جلسه بی خودیه، یعنی بدونید که وقتی یک ساعت و نیم جلسه برگزار میکنید، اولیا نیم ساعت آخرش یادشونه، بعد جلسه بگی تو یک ساعت اول چی گفتن یک کلیات یادشون میمونه. پس جلسه رو تا جایی که میتونی کمپرس کن، مطالب مهم رو بگو، اسلایدات رو زیاد نکن، بذار مطالب غیر مهم و غیر فوری رو بذار برای جلسه های بعدی، چیزای خیلی مهم رو این جلسه بگو، جلسه اوله و اومدن که ذهناشون یه ذره روشن بشه، یه ذره حتی درگیری ذهنی پیدا کنن، برن مطالعه کنن، شما منبع کتاب معرفی کنی، برن بعضیشون مطالعه کنن. این از این. بریم سراغ بخش ممنوعه های جلسه، کاری که نباید انجام بدید. خیلی دقت بکنید، اینا کار شما رو خراب میکنه. لطفا جلسه اول خط و نشون نکشید. فکر میکنید که مثلا اگه این کار بکنید اولیا میگن چه معلم خوبی، چه معلم دقیقی. بهشون برنگید بگید که اگر فرزند شما تکالیفش رو انجام نده، حتما من بازخورد میدم، حتما پیگیری میکنم، حتما تو دفترشون یادداشت میکنم. چه لزومی داره؟ جدی بودن نشون نمیده، این نشون میده شما معلم خوبی نیستی، اتفاقا کارو خراب میکنه. حتی میدونم که خیلیتون اصلا این کارو انجام نمیدید، ولی جلوی اولیا میخواید نشون بدید که معلم جدی و دقیقی هستید، اشتباهی این جمله رو میگید. این جمله رو نگید، چیزای بهتری وجوده، چیز مطالب مهمتری وجود داره که بخواید بگید، که جلوتر گفتم دیگه اونا رو. خب پس این از این. شما موبایلتون رو ندید جلسه اول، اصلا لزومی نداره، جدایی از این که هنوز تو کشور ما فرهنگ استفاده از این موضوع، یعنی فرهنگ اینکه اولیا شما موبایل شما رو داشته باشن، هنوز آنچنان که باید شاید جا نیفتاده. جدایی از اون اصلا لزومی نداره، یعنی معمولا کمکی نمیکنه. اولیا تو تایم اداری کار داشته باشن، مدرسه هستی، چهار تلفن مدرسه هست، تماس میگیرن. بعد از اون شما نیاز به فضای آرامش دارید. تحقیق شده، آزمایش شده که وقتی شما روی گوشید هی نوتیفیکیشن میاد بعد از ساعت کاری، به ویژه از ساعت 5 بعد از ظهر به بعد نوتیفیکیشن های کاری میاد، استرس ایجاد میکنه براتون. مثلا من به مدیرانم میگم سعی کنید اگه میشه تا جایی که میتونید، تا جایی که براتون امکانش هست، توی گروه های کاریتون بعد از ساعت 5 بعد از ظهر پیامی نذارید، مگر ضرورت، مگر اینکه مثلا دیگه اگه نذارید دیر بشه، استرس ایجاد میکنه. پس شما موبایلتون ندید، اولیا نمیتونن خودشون کنترل کنن. اتفاقا تازه 5 بعد از ظهر به بعد به شما پیام میدن، 5 بعد از ظهر به بعد به شما زنگ میزنن. اینو مثلا علی جان نفهمیده، اگه میشه یه بار دیگه فردا براش توضیح بدید، یا تبدیل میشید به معلم خصوصی، اونم ضرره به نوع دیگه. پس در هر صورت
معایبش بسیار بیشتر از فواید. شاید شما بگید که نه آخه اگه بدیم شما موبایل رو این حسن رو داره، این حسن باش اون حسن رو داره، از معایبش بیشتر از حسنش. درست شد؟ پس اینم در نظر داشته باشین که این کار رو لطفا تو جلسه قربون صدقه اولیا نرید، پرستیجتون رو حفظ کنید. اون یخشکنیه کفایت میکنه. من میبینم مثلا معلمای خانم دیگه اولیا رو بعد جلسه اول به اسم کوچیک صدا میکنن، فداتون بشم، الهی قربونتون برم. اینا پرستیج شما، اینا دیالوگ معلم نیست. فکر نکنید اینا صمیمیت ایجاد میکنه، اینا کار رو خراب میکنه، اینا پرستیج شما رو میاره پایین. تبدیل میشید به یک معلم غیر متخصص، تبدیل میشید به یک در واقع دوست همرده با اولیا. دیگه به عنوان یک معلم حرفه‌ای به شما نگاه نمیکنن، به یک دوست نگاه میکنن که هر موقع بخوایم بهشون هر چی بخوایم میتونیم بگیم، میتونیم وارد بشیم تو کارشون دخالت بکنیم، هر موقع دلمون خواست نقدشون کنیم. من بسیار در واقع دیدم معلمایی که از این فضا آسیب دیدن بعدن. خیلی همه اولیا، من شاید شما بگید نه اتفاقا من این کار کردم جواب داد. ببینید عمومیت نداره، شانسی شاید یه جا جواب بده ولی همیشگی نیست. اونجایی که کار شما رو خراب کنه دیگه شما نمیتونی، بعد متوجه نمیشی از کجا آسیب خوردی. یکیش اینجاست. این از این پشت میزت نشین، لطفا حتما ایستاده ارائه رو انجام بده و ترجیحاً اگه میتونی راه برو بینشون حرکت بکن، یه جا وای نسا، یه کفشی هم نپوش که حین ارائه وقتی راه میری تق 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 رو مغز اولیا بزنه. یه کفش راحت باد کن که اذیت هم نشی، خودت هم بر خودت هم مهمه که اذیت نشی. میخوای سر پا وایسی، اگه راحت نباشی خسته میشی زود. ارتباط چشمی باهاشون برقرار کن، از حرکات دستت استفاده کن، دستت ثابت نباشه، زبان بدن بازی داشته باش، یعنی تا جایی که میتونی دستتو مثل این، حالا فن بیان من دیگه نمیتونم اینا رو همه رو توضیح بدم، بعدها ایشالا یاد میگیری خودت. یه کتاب هم معرفی میکنم که اگه خواستی بعدها بخون برای سخنرانی و فن بیان بهت کمک میکنه. دستتو هی کنارت نشست خون تو آرنج، فقط این دست ترکت نکن، دستتو اینطوری نکن، دست زبان بدن بازی داشته باشه. یعنی وقتی داری صحبت میکنی سعی کن که این دستاتو تا جایی که میتونی از بدن فاصله بده که بتونی ارائه خوبی داشته باشی. اینم از این. پشت میز نشستن این پیام رو منتقل میکنه که من از شما دارم فاصله میگیرم، یه حس خوبی نمیده به اولیا. این کار نکن و دیر شروع نکن. به بهانه اینکه مثلا نصف اولیا نیومدن، 10 دقیقه رو اولیایی که اومدن رو معطل نکن. سر وقت شروع کن تا اولیایی هم که دیر میان بدونن که یه چیزی رو از دست دادن. و اشکالی نداره جلسه اول بگو که اون قسمت ابتدایی جلسه رو اونایی که از دست دادن آخر جلسه من یک بار دیگه براشون توضیح میدم، ولی فقط جلسه اول والدین گرامی اینطوری هست. از جلسه بعدی ان شاء الله سر وقت تشریف بیارید، دیگه فرصت تکرار صحبت هامون نخواهد بود. یه ذره انعطاف به خرج بدید، ولی در حین اینکه انعطاف دارید ولی بدون اینکه این بار آخر که این اتفاق بیفته. من دیدم اینو وقتی خودمون دیر شروع میکنیم اولیا جلسه‌های بعدی هم دیر میان، بعد بی‌نظمی رو به ما میگن، دیر شروع میکنن جلسات رو. برعکس میشه، خودشون دیر میان ولی به ما میچسبه ماجراش. و نسخه پیچی برای والدین نداشته باش. مثلا یه اولیا میاد میگه که بچه‌های ما سال گذشته معلمشون تو این قسمت خوب آموزش نداده. ای واقعا؟ پس اولیا برای اینکه تا قبل از مهر بچه آماده بشن شما باید این کار بکنی. یا یکی میاد میگه دختر من پسر من این ویژگی رو داره. ای واقعا؟ پس این کار رو بکن. اصلا جلسه اول جای نسخه پیچی نیست. اصلا بهشون تنها چیزی که میتونید بگید اینه واقعا خب اجازه بدید من الان اینو یادداشت میکنم، اما باید به من زمان بدید که من در طول سال تحصیلی خودم فرزندتون رو بررسی کنم. تمام
ببند ماجرا رو همینجا که متخصص این موضوع منم. پس میگی من به عنوان اطلاعات اینو دریافت کردم، خیلی خوب، راه دریافت اطلاعات رو نبند، بذار اطلاعات بهت بدن، بازم بیان بگن، بگو واقعا اجازه بدید بعد یادداشت کنم. وقتی یادداشت میکنی معنیش اینه که من به اطلاعات تو اهمیت دادم، اما نسخه نمیپیچم چون باید خودم فرزندت رو بررسی بکنم و زمان نیاز دارم. هفته اول گذشت، نیا بگو که چی شد، بذار من یه ذره بگذره، یه ماه دو ماه بگذره، بعدش میگم که چه کاری باید انجام بدی. اینم از این. خیلی ممنون که تا این لحظه با بنده همراه بودین، امیدوارم که این محتوا بهتون کمک کرده باشه که بتونید جلسه خیلی خوبی رو برگزار بکنید و امیدوارم مثل همیشه کارتون و زندگیتون پر از معنا باشه. تا این لایو دیگه و یه برنامه دیگه، یا علی، خدا نگهدار.